سلام علیکم. سلام 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 خدمت بچه های یازدهم عزیزم، سلام خدمت بچه های یازدهم، سلام خدمت نازنین ها، پسرای خوبم، دخترای نازنینم. جزوه یازدهم تقریبا 200 صفحه است، روی پنل قرار دادیم. به طور کامل سعی کنید پرینت بگیرید، سیمیش کنید، مرتب و منظم. نیازی به کتاب نیست، این جزوه کامل کامله، با این تفاوت که تمام نکته ها و کلماتی که ممکنه در تیررس چشم طراح سوال قرار بگیره رو ما اونا رو بولد میکنیم، تمام آیات رو به طور دقیق بررسی میکنیم. بریم با هم درس اول سال 11. بچه های خودمون، بچه هایی که کنکور دارن، جزوه 11 رو گرفتی دیگه انشالله؟ بله؟ نعیم سوال کردی که شرک در خالقیت رو بر اساس این گفتی، بر اساس روایت پیامبر، تفکر فی کل شیء لا تفکر فی ذات الله؟ نه، این در مورد این هستش که ما در ذات خدا، چیستی خدا، ماهیت خدا تفکر نمی کنیم، ولی در کل نظام خلقت مجازی که تفکر کنیم. تفکر در ذات خدا ممنوعه، ولی تفکر در کل نظام خلقت مورد تشویقه. ربطی به شرک در خالقیت نداره ها، دقت کن. خب بریم با هم شروع کنیم درس 1-11. باز کنی جزوه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. به حال الله و قوت اقوم و اقود، به یاری خدا شروع میکنیم. خب این زندگی 11 درس اول بریم نگاه کنیم. این بخش بخش یاداوریه، این بخش بخش یاداوریه. امیر حسین چی نوشتی؟ خیر. یعنی این جزوه رو نگرفتی، پرینت نگرفتی امیر حسین؟ خب نگاه کن، لاقل از آیاتش نوت برداری کن که منتقل کنی به جزوه. ماشاءالله به پسر خوبم. بله مینا، سلام مینا، سلام علیکم. اینا باید جدید باشه، از بچه های 11 باشه. مینا جزوه ما کافیه، نیازی به کتاب نیستش. شروع میکنیم. این بخش بخش یاداوریه. یاداوری یعنی چی؟ یعنی هر آنچه را که در دهم خواندید، یه صفحه تو 11 میان برای شما سوالای کوتاه میرسن. اتفاقا بخش 11 مهمه، جزوه 11 و دهم با همه. خب اگر با هم پرینت گرفتی که عالیه، 11 جداست، دهم هم جداست. خب دهم تمام شده، الان رو 11 هستیم، درس اولش. خب شروع کنید سریع بنوشتن. بودو ببینم چه میکنی. مقصود و محبوب نهایی زندگی ما چیه؟ خدا. اینو درس اول دهم گفتیم. درس اول دهم آمدیم به این نکته ما اشاره کردیم. درس اول دهم رنگ نداره اینو. خب مقصود و محبوب نهایی زندگی ما چیست؟ خدا. اومدیم پایین. سرچشمه همه خوبی ها و زیبایی ها خدا. بر اساس چی؟ بر اساس درس اول سال دهم. درس اول سال دهم. پس ما داریم قسمت یاداوری رو نگاه میکنیم، یه بار دیگه نگاه میکنیم. مقصود و محبوب نهایی ما، مقصود و محبوب نهایی ما خداوند هستش. خب مقصود و محبوب نهایی ما خداوند هستش. ما تو قسمت مقدمه. یه بار دیگه برگردیم عقب. آره هم صفحه اول درسته. خب این بر اساس بنویس درس اول سال دهم. درس اول سال دهم اینو متوجه شدید. سرچشمه همه خوبی ها و زیبایی ها خدا. بازم درس اول سال دهم هستش. اومدیم پایین. حرکت به سوی خوبی ها و زیبایی ها به چه معناست؟ به معنای نزدیکی به خداوند. نزدیکی به خداوند. سریع جواب این سوالا رو بنویس رد بشیم. راه دستیابی به همه این کمال ها و زیبایی ها چیه؟ باز تقرب به خدا. سوال 1 و 2 یه جواب داره، سوال 3 و 4 هم یه جواب داره. پس مقصود و محبوب نهایی ما خداست. سوالای کوتاهی که معلم‌ها خیلی دوست دارن استفاده کنن. بچه‌ها 11 سرچشمه همه خوبی‌ها و زیبایی‌ها خدا.
حرکت به سمت خوبی ها و زیبایی ها به چه معناست؟ به معنای نزدیکی به خداوند. اومدیم پایین، راه دستیابی به همه کمالات و زیبایی ها چیه؟ راه دستیابی میشه تقرب به خدا، تقرب به خدا. میایم پایین، در میان مخلوقات پیرامونمون بازگشت کدام مخلوق ویژه است؟ ویژه است. بازگشت کدام مخلوق ویژه هستش؟ انسان. سلام علیکم، سلام علیکم. خب بازگشت کدام مخلوق ویژه است؟ انسان. اینا مقدمه سا، ولی مقدمه هایی که خیلی از دوستان اصلا بهش توجه نمی کنن. ساده ولی مهم. خب بریم قسمت سوال 6 رو نگاه کنیم. خب سوال 6 رو نگاه می کنیم. معاد، معاد رو بنویس بازگشت. معاد رو بنویس بازگشت. بازگشت، بازگشت هر انسانی در گروه چه؟ در گروه عمل اختیاریش، در گروه عمل اختیاریشه. داری جوابای کوتاه رو ثبت میکنی. معاد یعنی بازگشت، بازگشت هر انسانی در گروه عمل اختیاری خودشه. میایم پایین، مهمه، هفت مهمه. برای اینکه ما بهترین عمل رو داشته باشیم، برای اینکه ما بهترین عمل رو داشته باشیم، باید چه کارهایی رو انجام بدیم؟ به درستی تمام این قسمت‌های آبی جا خالیایی هستن که شما باید کامل کنی. برای اینکه بهترین عمل رو داشته باشیم، به درستی برنامه‌ریزی کنیم. به درستی برنامه‌ریزی کنیم تا بهترین عمل رو داشته باشیم. خب میایم پایین، عقاید، اخلاق و اعمالی رو که موجب رستگاری در دنیا و آخرت میشه رو بشناسیم. ما از صفحه اول 11 هم شروع کردیم، از صفحه اول کتاب هم شروع کردیم، جهش نداریم. خط به خط دینی کاربرد تستی داره. این نکته 7 مهمه. برای انجام بهترین عمل چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ به درستی برنامه ریزی کنیم. به درستی برنامه ریزی کنیم. بله، عقاید، اخلاق و اعمال، 3 جا خالی مهم. عقاید ما، اخلاق ما و اعمالی رو که لازمه رستگاری انجامش بدیم. رستگاری هم در دنیا هم در آخرت، و به اونها پایبند باشیم، به اونها پایبند هم باشیم. درست شد؟ اومدیم پایین، چگونه میتونیم برای بهترین زندگی هم در دنیا هم در آخرت بهترین برنامه ریزی رو داشته باشیم؟ با بهره گیری از هدایت پروردگار. بریم وحیه، وحیه. کل درس اول همینو میگه، میگه عقل کافی نیست، وحی هم باید بیاد به کمک عقل. متوجه شدید؟ بله. پس این صفحه شد یاداوری. قسمت های آبی رو تو جا خالی ها نوشتی؟ آماشاله به بچه های خوب من، ببینم چه میکنید. در گروه عمل اختیاریه، برنامه ریزی میکنیم، عقاید افکار و همه در جهت رستگاریه، و اومدیم پایین، باید از وحی کمک بگیریم، از وحی باید کمک بگیریم. بریم سراغ آیات. این آیه رو نگاه کن، جدیده. کنار این آیه بنویس این آیه جدیده، ما قبلا این آیه رو نداشتیم. از خودکارهای رنگی استفاده کنید، از شبرنگ استفاده کن. قرار داده خداوند ما حی کل شی، دو تا کلمه ما و حی رو یه دایره بکش. این جدیده، تو نظام قدیم نداشتیم. و کنارش بنویس مقدمه 1. چرا این آیه به این آسونی رو آورده در ابتدای درس قرار داده؟ میگه کل نظام خلقت، جهان ماده با آب زنده است. کل شی، کل نظام خلقت به واسطه آب زنده است. پس ما رو وصل میکنی به حی. جلوش بنویس کل نظام خلقت، کل نظام خلقت به واسطه آب زنده است، به واسطه آب زنده است. چرا این آیه را در ابتدای درس آورده عزیزای من؟ این آیه مقدمه 1، آیه بعدی مقدمه 2، و بعد میریم نتیجه. دو تا آیه قبل از آیه 3 آمده. این دو تا آیه ساده است، مقدمه های ما هستن. پس آب باعث میشه کل شی، نظام خلقت زنده بشه. بود مادی ما، بود جسمانی ما با آب زنده است. بعد تو نتیجه میگیم بود روحانیمون با چی زنده بشه؟
بریم با هم شروع کنیم. خب نگاه میکنیم، جاخالی رو سریع پرش کن. آب مایه حیات و اساس زندگی در جهان هستیه. آب مایه حیات و اساس زندگی در جهان هستیه. اساس زندگی در جهان هستیه. درست شد؟ انسان با آب بنویس نیازهای طبیعی و جسمیش را برطرف میکنن. نیازهای طبیعی و جسمیش رو برطرف کن. به طور کلی آب حیات بخش جهان مادیه. آب حیات بخش جهان مادیه، از جمله ما انسان ها. پس این آیه مقدمه یکه. این آیه به این آسونی اول کتاب 11 هم چه میکنه؟ مقدمه است برای آیه سوم. بود مادی و جسمانی ما با آب زنده است. قسمت های آبی رو کامل کردی؟ مهم نیستش، نه، معمولا کم استفاده میشه مهدی، ولی شما تمام نکات رو باید بلد باشی، تمام نکات رو بدون استثنا. الان من میگم نه، ولی میبینی طراح سوال یه دفعه میاد به عنوان پسوند یا پیشوند یک تستی استفاده میکنه. پس ما همه رو استفاده میکنیم. پس اساس زندگی در جهان هستیه، اومدیم پایین نیازهای طبیعی و جسمیمونو، بعد جهان مادی و انسان ها. میریم پیام بعدی رو نگاه میکنیم. خیلی مهم نیست، آب نعمت بی نظیر خداست، خیلی کاربرد تستی نداره. پس چرا آوردی تو جزوه؟ چون بچه 11 من لازمه که برای معلمش برای دیما و خرداد بنویسه. پس من باید تمام کتاب رو کاملش رو، ولی کاربرد تستی نداره. پیام 4، پیام 5 کاربرد تستی نداره، نمره آوره برای بچه 11. آب جلوه زیبایی و عامل اصلی ادامه حیات. اینو شب رنگی کن، عامل اصلی ادامه حیات هستش. همین. پس مورد 4 و 5 برای بچه کنکور کاربرد نداره، فقط مورد 1 و 2. بریم سراغ آیه بعدی، اینا راحتن از روشون رد شیم. خب بلدتن میتن، شب رنگی کن، بنویس آب. آب سرزمین های مرده. آب سرزمین های مرده، کویر، بیابان را زنده می کند. بیابان را زنده می کند. خط به خط کتاب 11 را داریم بررسی می کنیم. کلشه یعنی کل نظام خلقت. هدایت عام نهیم، نه 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 نه، کلشه یعنی کل نظام خلقت. بحث هدایت بیان نشده، بحث سیراب شدن به وسیله آب و زندگیه. زندگیه. نمیتونیم اینجا بچسبونیم به هدایت آب. اونی که شما داری میگی یه آیه دیگه است. ربنا الذی، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون آیه رو داری میگی نهیم، حواست باشه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هدا داره، خلقه داره. کل شیء ملاک ما نیست، کل شیء یک کلمه است، قبل و بعدش رو باید دریابیم. پس بلدتن میتن، آب سرزمین های مرده، کویر، بیابان را زنده می کند. بنویس مقدمه 2. این آیه مقدمه 2. آیه اولیه مقدمه 1 پیش پا افتاده بود، آیه دومم خیلی ساده است. سرزمین های مرده، کویر و بیابان زنده میشن. پیامش آب حیات بخش جهان مادیه. کلمه مادی رو مشخص کن. آب حیات بخش جهان مادیه. باز پیام دوم کاربرد تستی نداره. خانم 11، آقا بسری که 11 هستی، برای معلمت بنویس نمره آوره. در نبود آب نمیدونم تراوت، آواز دلنشین پرندگان، گلهای زیبا خبری نیست. این کاربرد تستی نداره؟ نداره. فقط برای معلمت بنویس که نمره بگیری. پس آنچه که مهمه پیام 1، آنچه که مهمه بلدتن میتن، سرزمین های مرده، کویر، بیابان. الان خانمایی که، آقایونی که کنکور دارن فهمیدن. دوتا آیه اول مقدمه 1، مقدمه 2، رسیدیم به این آیه. نعیمی این آیه مربوط به این آیه. آره آره، محدثه بلدتن میتن و میتونیم بگیم شاخه سوم معاد جسمانی. باریکلا، باریکلا محدثه، باریکلا محدثه. آره میتونیم بگیم اشاره به نظام مرگ و زندگی در عالم طبیعت. آره 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 میتونیم بگیم. آره خب رسیدیم به این آیه.
این آیه رو بنویسیم نتیجه. این آیه نتیجه است، تو نظام قدیم هم بوده. اون دوتا آیه مقدمه اینه، اون دوتا آیه آب و سرزمین های مرده این نتیجه ای ماست. آیه سوم، یا ایها الذین آمنو، مخاطب ما مؤمنانن. بنویس مخاطب آیه مؤمنانن، مؤمنان. بچه‌هایی که 11 هستن این جزوه رو نگه دارن، همین جزوه رو ما برای کنکور داریم کار میکنیم، سال آینده به دردشون میخوره. بچه‌ها 11 همین مدلی با پرو حرکت کنید تا بتونید. ما بین 8 تا 10 تا 11 تا تست از 11 داریم. 11 نسبت به 12 متنش مهمه، نسبت به 10 هم متنش مهمتره. یا ایها الذین آمنو، آمنو مخاطب آیه مؤمنانن. چرا پرو تاکید میکنی رو آمنو؟ متقین نیستن، مسلمین نیستن، متقین نیستن، مسلمین نیستن، ناس نیست، مخاطب آیه مؤمنانن، مؤمنان. استجیب لله و لرسول، الله یک، رسول دو، الله یک، رسول دو. اجابت کنید دعوت خدا و رسول خدا رو. هیچی فعلا. لما یحییکم، لما یحییکم از نظر لغوی، دو تا فلش بکش جلوش، از نظر لغوی بنویسید یعنی چی یحییکم؟ دعوت زندگی بخش. از نظر لغوی دعوت زندگی بخش، دعوت زندگی بخش. از نظر مفهومی یعنی چی؟ از نظر مفهومی کنایه از دین الهی، کنایه از دین الهی. اینا رو برای معلماتون بنویسید، بذارید معلماتون از شما نکته یاد بگیرن، همکارای خوب من نکته های کنکوری یاد بگیرن. بچه های 11 هم دارم میگم آمنو، مخاطب این آیه مؤمنانن. چیه گزینه ها؟ متقین نیستن، متقین یعنی انسان های با تقوا. یا ایها الذین اتقو نیستن، متقین رو رد گزینه میکنی. مسلمین نیستن، مسلمین رو رد گزینه میکنی. مخاطب این آیه ناس نیست، ناس رو رد گزینه میکنی. اینا رو ما داریم تو تستا. پس مخاطب این آیه مؤمنانن، مؤمنان. دعوت پیامبر و خدا را قبول کنی. مگه دعوت خدا پیامبر چیه؟ یحییکم، یحییکم از نظر لغوی بنویس، دو تا فلش بکش جلو یحییکم. دعوت زندگی بخش، دعوت زندگی بخش. خب از نظر مفهومی کنایه از دین الهی، کنایه از دین الهی. چی میخواد بگه این آیه و دو تا آیه قبلی؟ دو تا آیه قبلی میگه بود مادی و جسمانی ما با آب سیراب میشه، و این آیه میگه بود روحانی ما، بود معنوی ما با دین سیراب میشه. بود روحانی و معنوی ما با دین الهی، با وحی کامل میشه. درست شد؟ خب بریم پیام ها رو ببینیم، بریم پیام ها رو ببینیم. حیات روح بشر، روح بشر وابسته به دینه، حیات روح بشر وابسته به دینه. بله، تو جا خالی نوشی دین. چه چیزی به روح و درون انسان شادابی میده؟ دین، دین. بر اساس آیه حرف میزنیم، از خودمون حرف نمیزنیم، دین. میایم قسمت پایین، پیام سه. راه دستیابی به اکسیر حیات چیه؟ اکسیر، کیمیاگرا، شیمیستای قدیمی موادی رو داشتن، مثلا به آهن میزدن رو کش طلا، میگفتن طلا شد، رو مس میکشیدن میگفتن که طلا شد. خب اکسیر حیات، چیزی که روح ما را زنده میکند، اجابت دعوت خدا و رسول خدا. بدو اجابت دعوت خدا و رسول خدا. از کلمه یحییکم متوجه میشیم دین به زندگی حیات میبخشد، دین به زندگی حیات میبخشد. کل این آیه گفت بود روحانی و معنوی ما با دین سیراب میشود، بود مادی و جسمانی ما با آب زنده است. میایم پایین، دعوت زندگی بخش برای کیا اومده طبق آیه؟ مؤمنین. یا ایها الذین آمنو، آمنو، آمنو. نه متقین، نه مسلمین، نه ناس. حواسمون باشه. بله درست شد؟ تمام. تا اینجا سه تا آیه رو بررسی کردیم، بریم ببینیم
یا آیه جدید، اینو تو نظام قدیم نداشتیم، حواستون باشه آیه رو. خب والعصر، آیه رو نگاه کن، والعصر بنویس، قسم به زمان، قسم به زمان، به زمان خداوند قسم میخوره، قسم به زمان. خب قسم به زمان، سنت امداد عام در برابر دعوت انبیا، انسان ها دو دسته میشن، یه دسته قبول میکنن یه دسته قبول نمیکنن. نه محدثه خیلی نمیتونیم ربط بدیم، نمیتونیم. میتونیم مثلا انا هدینا السبیل ما شاکرای ما کفورا رو ربط بدیم به سنت امداد عام، ولی اینو نه نمیتونیم. دین را داده، نه 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 نه، دین فقط همین، بود روحانی ما را دین سیراب میکند و سلام. کل پیام این بود، بود روحانی ما را، روح ما را دین سیراب میکند، بود مادی و جسمانی ما را آب و سلام، تمام همین. خب والعصر آیه جدیده، آیه جدیده و احتمال سراسری 400، احتمال سراسری 400. والعصر، خدا به زمان سوگند خورده، قسم به زمان، سرمایه‌ای که قابل جبران نیست، بره رفته دیگه، ما دیگه الان نمیتونیم برگردیم به ساعت 3، تمام. ان الانسان لفی خسر، سراسری اینو داده بود، گفته بود انسان زیانکار کیست، بالاش بنویس انسان زیانکار کیست. خب مشخصه دیگه، کسی که از سرمایه عمرش کمال استفاده رو نمیبره. انسان زیانکار کیست؟ از زمان بهره لازم رو نمیبرد، از زمان بهره لازم رو نمیبرد، بهره لازم را نمیبرد، این انسان زیانکاره، درسته؟ پس من از این آیه دو تا کلمه‌شو شناختم، والعصر قسم به زمان، سرمایه است که قابل جبران نیست. ان الانسان لفی خسر، سراسری بهمون گفتو خسر اینجا کیه، انسان زیانکار اینجا کیه. خدا یه بار بهمون عمر داده کشف کنیم راه درست زندگی را. مرد خردمند میره و یک بار تجربه میکنه، از همون تجربهش هم استفاده میکنه. پس میریم جلوتر، میگم این آیه با کدام شرق رابط داره. انسان زیانکار کیست؟ کسی که از سرمایه زمان بهره لازم را نمیبرد. نوشتی؟ کسی که از سرمایه عمرش بهره لازم را نمیبرد. حالا کیا از سرمایه عمرشون بهره لازم را میبرند؟ شماره بزن. 1. آمنو. 2. عمل الصالحات. 3. تواصوا بالحق. 4. تواصوا بالصبر. یه تستی داده بودن بهمون، گفته بودن این تواصوا مربوط به کدام میگه فروع دین است. بنویس امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر، درست شد؟ من از شما سوال میکنم، چه کسانی از سرمایه عمرشون کمال استفاده رو میبرن لحظه به لحظه؟ عمرشون به خوردن و خوابیدن و بتالت نمیگذره، هدفمند میرن جلو، کشف میکنن راه درست زندگی را. انسان زیانکار کشف نمیکند راه درست زندگی را، یعنی نیاز سوم، بهترین نیاز. ولی کیا کشف میکنن راه درست زندگی را؟ آمنو. 1. مؤمنان حقیقی، عمل صالحات، عمل صالح انجام میدن. بله بله بله، درست محدثه. تواصوا بالحق، تواصوا بالحق اجتماعیه، دیگران رو به حق توصیه میکنن. تواصوا بالصبر، دیگران رو به صبر توصیه میکنن. پس یک انسان مؤمن حقیقی چه کسیه؟ تو صفحه بعد میگیم، کسی که 4 تا کار انجام میده. 1. ایمان داره. 2. عمل صالح. 3. خودش که خوبه سعی میکنه دیگران رو هم دعوت کنه به خوبی ها. و 4. صبر. صبر نشانه ای از عزم قویه، درست شد؟ خب بیاییم بریم پیام ها رو پایین ببینیم، فقط شماره بزن، کاری نداشته باش. بله بله، عمل و سالا توید عملیه. بله خب بیاییم اینجا، خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده؟
خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده؟ خدا به زمان سوگند خورده. زمان یعنی تاریخ بشر. شبرنگی کن. زمان یعنی تاریخ بشر. سوگند خداوند به زمان اهمیت و ارزش زمان نشون میده. انسان برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی، برای رسیدن به کمال، باید از زمان بهره ببره. سرمایه است که هرگز بر نمیگردد. سرمایه است که هرگز بر نمیگردد. چه زیان و خسارتی انسان را تهدید میکند؟ یک، زیان از دست دادن عمر. دو، بهره نبردن از عمر. از دست دادن عمر و بهره نبردن از عمر انسان زیانکار را تهدید میکنه. انسان زیانکار از سرمایه زمان بهره لازم نمیبرد. من تا اینجا 4 تا آیه کار کردم. آیه اول آب، آیه دوم آب مقدمه، آیه سوم دین، آیه چهارم زمان. دو تا انسان مقایسه کردی. یکی زیانکاره، از زمان بهره لازم رو نمیبره. دو، کسی است که از زمان بهره لازم رو میبرد. بریم ویژگی‌هاشو ببینیم. چه کسانی دچار خسارت و زیان میشوند؟ بنویس کسی که از سرمایه عمر استفاده لازم را نمیبرد. استفاده لازم را نمیبرد. خب، کسی که از سرمایه عمر بهره لازم را نمیبرد. خب نمیبسه، نمیدونم چه. کسی که از سرمایه عمر استفاده لازم را نمیبرد. اما کسانی که 4 تا ویژگی دارن، اینا زیرش بنویس. کشف میکنن راه صحیح زندگی را. راه صحیح زندگی را. اینا نیاز سوم را کشفش میکنن. نیاز سوم، کشف راه درست زندگی. اینا کشف میکنن راه صحیح زندگی را. نیاز سوم را، چگونه زیستن رو کشفش میکنن. درست شد؟ کیا؟ این انسان ها. آیه گفته ویژگی هاشون رو بگیم. 1. آمنو، عربیشو بنویس. آمنو. 2. عمل و صالحات. 3. تواصو به حق، دیگران رو هم دوست دارن بیان سراغم. و تواصو به صبر. پس یکی از تستایی که نیامده احتمال داره بیاد همینه. کدامین انسان کشف میکند راه صحیح زندگی را و میدونه که عمر سرمایه است که یک بار خداوند به انسان میده. 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال، 100 سال. میدونه این عمر یک بار تکرار میشه و ازش کمال استفاده رو میبره. قبلیه زیانکاره، استفاده نمیکنه. اینا 4 تا ویژگی رو حفظ کن. حفظش کن دخترم، حفظش کن پسر خوبم. آمنو، عمل صالحات، تواصو بالحق، تواصو بالصبر. تواصو کدام فروع دین است؟ امر به معروف، نهی از منکر. امر به معروف، نهی از منکر. ماشاءالله به بچهای خوبم. بریم سراغ آیه بعدی. این نظام قدیمم بود. این آیه خیلی هم مهمه، خیلی هم مهمه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا اما کفورا. بچه های کنکور اینو میشناسن نه؟ انا هدینا سبیل. هدینا رو چی گفتیم عزیزای من؟ هدینا رو چی گفت پرو بهتون؟ هدینا، هدایت عامه. بله، هدایت عامه. بله، هدایت عامه یا هدایت خاصه. خدا هدایت کرده، راهو نشون داده. خب، هدایت خاصه چون شاکران داره، کفورا داره، در مورد انسانه. هدایت خاصه. آیا توحید در ربوبیت هم میتونه باشه؟ آره، چون هدایت خاص زیر مجموعه هدایت عامه. بله، هدایت انسان زیر مجموعه هدایت عامه. خدا حیوان رو هدایت کرده، گیاه رو هدایت کرده، کرات آسمانی هدایت کرده، انسان هم هدایت کرده. زیر مجموعه هدایت عام هدایت خاصه که مال مخصوص انسانه. توحید در ربوبیته. بچه های 11 شما توحیدا رو بلد نیستید. انشالله بیایید 12، توحید در ربوبیت فقط در این حد بدونید.
توحید در ربوبیت فقط در این حد بدید خدا ربابه ماست، خدا پرورش دهنده ماست، همین، خدا جهان را اداره میکنه. توحید در ربوبیت یعنی خداوند جهان را اداره میکند با اراده خودش، اداره میکنه با اراده خودش، این میشه توحید در ربوبیت. خب پس میایم اینجا شاکران کفورا یعنی اختیار انسان، یعنی اختیار انسان، درسته؟ انسان میتونه شاکر باشه. اختیار انسان چیه؟ من به شما کنکوریا گفتم اختیار انسان تقدیر الهیست، یه ویژگی بارز برای انسانه، ویژگی بارز برای انسانه و نمیشه ازش فرار کرد، نمیشه ازش فرار کرد. من نمیتونم از اختیار فرار کنم، یه تقدیره، یه ویژگی بارزه. پس انا هدینا و سبیل، هدایت خاص، توحید در ربوبیت، اداره، اراده الهی، انشاء الله، ماشاء الله، اینا میشه توحید در ربوبیت. صد بار اینا رو میگم تا شب کنکور. خب شاکران کفورا، اختیار انسان، اختیار انسان، شاکران کفورا، انسان با اختیارش میتونه شکرگزار باشه، میتونه شکرگزار نباشه. خدا دست سالم رو گفتیم داده، خدا دست سالم را داده، انا هدینا و سبیل. من با این دست سالم میتونم دزدی کنم بشم کفورا، میتونم با این دست سالم دست یه نفر رو بگیرم از رو زمین بلند کنم بشم شاکرت. این دست سالم از بالا داده شده، خدا شم اقتصادی خوب رو به من داده، من میتونم، اون داده میشه انا هدینا و سبیل، من میتونم در عالم ماده با این شم خوبی که دارم یه کارخونه بزنم، 1000 تا کارگر استخدام کنم، میتونم احتکار کنم، مواد غذایی مورد نیاز مردم رو انبار کنم، میتونم قاچاق مواد مخدر کنم، درسته؟ تمام اونایی که جنایت کار میشن با ظریف‌پوشی بالا متا هدایت نمیشه. پس حواسمون باشه، انا هدینا و سبیل، اما شاکرا، اما کفورا. خب بریم نگاه کنیم پیاماش، نگاه کنیم. این آیه مربوط به سرمایه های رشد و رستگاریه، سرمایه های رشد و رستگاری. بنویس اختیار، اختیار، قدرت انتخاب، قدرت انتخاب، اختیار و قدرت انتخاب ما، درست شد؟ اومدیم پایین، با کنار هم قرار گرفتن چه چیزهایی؟ بنویس عقل، وحی و اختیار، این سه تا خیلی مهمه. با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی و اختیار، انسان میتونه به سوالهای اساسیش جواب بده، انسان میتونه به سوالهای اساسیش جواب بده. سوالهای اساسی بچه چی هستن؟ سوالهای اساسی چی هستن؟ جلوش بنویس. 1. درک هدف زندگی، درک هدف زندگی، این یه سوال اساسیه، درک هدف زندگی، الان میبینیم جلوتر. 2. درک درست از آینده، درک درست از آینده، درک درست از آینده. 3. درست زندگی، کشف راه درست زندگی. بله، سنت توفیق، کدوم یکی رو به سنت توفیق بچسبونیم؟ هدایت خاصه؟ نه 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 نه، اون امداد خاصه، محدثه، امداد خاصه، نه هدایت خاص، نه نه. انا هدینا سبیل، خدا همه رو هدایت کرده، یه عده میتونن شاکران باشن، میتونیم به سنت امداد عام بچسبونیم، سنت امداد عام در برابر دعوت انبیا، یه عده میشن شاکران، یه عده میشن کفورا. خب اون امداد خاصه، نه هدایت خاص، حواسمون باشه. خب میایم، پس این آیه مربوط به سرمایه های رشده، با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی و اختیار، ما میتونیم به سوالهای اساسی برسیم. سوالهای اساسی چی هستن؟ 1. بنویسید درک هدف زندگی، درک هدف زندگی. 2. درک درست از آینده، درک درست از آینده. 3. کشف راه درست زندگی، کشف راه درست زندگی. خوبه محدثه، خیلی خوبه محدثه، باریکلا. خب بیاین بریم سراغ پیام های بعدی رو نگاه کن.
انسان به علت دارا بودن اختیار، علت رو یه دایره بکش، اختیار، میتونه راه‌های دیگری رو هم انتخاب کنه. اگر به ما گفتن چرا انسان میتواند راه‌های دیگری رو انتخاب کنه، به خاطر اختیار، به علت دارا بودن اختیار. اختیار اینجا علته راه‌های دیگری رو میتواند انتخاب کند، میشه معلول. درست شد؟ چه معلول. میایم پایین. ناسپاس کیست؟ کفورا. کفورا این ناسپاسه. خب کفورا کیه؟ ناسپاس کیه؟ انسان به علت دارا بودن اختیار میتونه راه‌های دیگر انتخاب کنه، ولی چون هر برنامه دیگری غیر از برنامه خدا، تو جا خالی بنویس برنامه خدا، هر برنامه دیگری غیر از برنامه خدا نمیتواند، کلمه‌ای که من بولد میکنم بولد کنید، نمیتواند پاسخ درستی به نیازهای عمیق و بنیادین بدهد، پاسخ درستی به نیازهای عمیق و بنیادین بدهد، انسان زیان میکنه. یک، با دست خالی دنیا را ترک میکنه. دو، به دیار آخرت میشتابد. سه، و در آنجا زیان خودش رو مشاهده میکنه. چهار قسمت کن تیکه آخر رو. پس ناسپاس کفورا کیه؟ کفورا میتونه راه‌های دیگه ای رو انتخاب کنه، ولی هر راه دیگه ای که انتخاب کنه غیر از برنامه خدا نمیتونه به نیازهای عمیق و بنیادین، جا خالی، عمیق و بنیادین برسه. با دست یک زیان میکنه، دو با دست خالی دنیا رو ترک میکنه، سه به دیار آخرت میشتابه، چهار در اونجا زیانشو میبینه. ماشاءالله به بچه های خوبم. بریم سراغ آیه. عجب آیه ایه. ساعت اعلام میکنید بچه هم؟ پنج دقیقه. خب نگاه کنیم. آیه رو نگاه کن. رسولن مبشرنن. من نظام قدیمم بوده. 30 سال این آیه تو کتابای دینیه، ولی بسیار مهمه. رسولن رو بنویس. هدایت خاص. رسولن هدایت خاص، هدایت تشریعی، مخصوص موجود مختار. درست شد؟ هدایت خاص، تشریعی، مخصوص موجود مختار. رسولن مبشرین، منذرین. مبشرین رو بنویس بهشت. بهشت، اومدن بهشت رو به ما وعده دادن. منذرین رو بنویس جهنم، آمدن جهنم رو به ما گفتن، بیم دادن، هشدار دادن. خب رسولان 124 هزار پیامبر خداوند بر سر راه ما قرار داد. هدایت خاص، تشریعی، موجود مختار، مخصوص موجود مختاره. مبشرین بهشتی هست، منذرین جهنمی است. حجت بعد الرسول، خب اتمامه، بنویس اتمامه حجت بر مردم با ارسال رسول. با ارسال رسول خداوند راه رو میبنده بر گناهکاران و گمراهان. چرا گمراه شدی؟ کتاب رو خدا دادی بهم، ولی بلد نبودم کتاب رو بخونم. مطالبی که در کتاب بود خیلی کلی بود، کسی نبود جزئیات رو بگه. شروع میکردیم به بهانه تراشی. خدا میگه چرا گمراه شدی؟ میگه من جزئیات کتاب‌های آسمانی رو نمیدانستم خدا، یکی باید میومد برای من توضیح میداد. خدا میگه حجت بعد الرسول، 124 هزار پیامبر فرستادم حجت رو بر تو تمام کنم، حجت رو بر تو تمام کنم، راهی برای هیچ گونه عذر و بهانه باقی نمونه. درست شد؟ پس حجت بعد الرسول اتمام حجت بر مردم با ارسال رسول. کدوم خدا تشخیص داده که باید پیامبرا بیان تا ما در دادگاه عدل الهی برای توجیه ناکامی هامون به دنبال عذر و بهانه نباشیم؟ خدای عزیز، خدای حکیم. اینا رو توی صفحه بعد میگیم. عزیزن حکیما توی صفحه بعد میگیم. برو پایین صفحه. خب نگاه کن، این آیه مربوط به ضرورت هدایت تشریعی. پسرم یه فیلم کوتاه میگیری؟ مرسی.
هرچی از پاس نزدیک تر باشه بهتر. خب هرگردم روی آیه نایه مهمه. خب نگاه کن آیه رو، یک بار دیگه آیه رو نگاه کن، خیلی سریع از روش حرکت کنی. رسولن خداوند 124 هزار پیامبر رو برای ما فرستاده، رسولن مبشرین و منذرین، بشارت دهنده، بیم دهنده، آمدن حجت بعد رسول، اتمام حجت بر مردم با ارسال رسول. دو صفتی که گفتیم انتهای آیه آمده مهمه، دو صفتی که انتهای آیه آمده مهمه. عزیزن حکیما، خدای من شکست ناپذیره، از گمراهان و گناهکاران شکست نمیخوره. خدای من حکیمه، فرستادن 124 هزار پیامبر کاملا هدفمنده، کاملا هدفمنده. بریم پیام‌ها رو نگاه کنیم، پیام‌ها رو نگاه کنیم. این آیه مربوط به ضرورت هدایت تشریعه، باید هدایت تشریع باشه، هدایتی که از راه قانونه، هدایتی که از راه دین هست و مخصوص موجود مختاره. اومدیم هدایت از راه قانونگذاری و بعد هدایت تشریعی یعنی چی؟ هدایت تشریعی یعنی چی؟ بنویس اگر پیامبران بر سر راه انسانها، بر سر راه انسانها حاضر نمی شدن، اگر پیامبران بر سر راه انسانها حاضر نمی شدن، گمراهان و گناهکاران برای توجیه ناکامی های خود به دنبال عذر و بهانه بودند. گمراهان گناهکاران برای توجیه ناکامی های خود به دنبال عذر و بهانه بودند. این یعنی هدایت تشریع. اگر پیامبران بر سر راه انسان حاضر نمی شدند، گمراهان و گناهکاران برای توجیه ناکامی های خود، برای توجیه شکست های خود به دنبال عذر و بهانه بودند. خب پیام بعدی رو نگاه کن، پیام بعدی رو نگاه کن. خب خداوند عزیز است، خداوند عزیز است، یعنی خدای من شکست ناپذیره، خدای من شکست ناپذیره و در دادگاه عدل الهی از گمراهان و گناهکاران شکست نمیخوره. اومدیم پایین، خدای من حکیم، فرستادن 124 هزار پیامبر کاملا هدفمند و حکیمانه هستش، هدفمند و حکیمانه است. و در نهایت حجت بعد الرسول، اتمام حجت بر مردم با ارسال رسول، با ارسال رسول. درست شد؟ پس این آیه آیه مهمیه در مورد ضرورت هدایت تشریعیه. من میبذارم تمام. ضرورت عدل، خیلی به عدل نمیتونیم در واقع اشاره کنیم. چرا؟ چون مقایسه نیستش، چون مقایسه نیست بین پاکان و ناپاکان، بین متقین و بدکاران، بین آمنو و عمل و صالحات و کل مفسنی، مقایسه نیست. همون ضرورت هدایت تشریعه، ضرورت هدایت تشریعه. پیامبران آمدن به ما یاد بدن کشف کنیم راه درست زندگی رو. درست شد؟ بله. ماشاءالله. پس بریم سراغ مطلب بعدیمون، نگاه کنیم. خب نگاه کن، این جدیده، دعای امام سجاد جدیده، حواست باشه. واستفرق، بریم سراغ اوقات فراغت، اوقات فراغت. آقای امام سجاد علیه السلام میفرماید خدایا اوقات فراغت من در جهت هدف خلقت هم باشه، در جهت هدف خلقت باشد. یعنی چی؟ یعنی تقرب و نزدیکی به خدا، تقرب و نزدیکی به خدا. درسته؟ و سفرق خلقتنی،
آقای امام سجاد علیه السلام میفرمایند خدایا واستفرغ اوقات فراغت من در جهت هدفم باشه، در جهت هدفم باشه. هدف خلقت چیه؟ تقرب و نزدیکی به خداوند. پس حدیث جدیده، ما قبلا نداشتیم. مربوط به کدام نیازه این حدیث؟ نیاز اول، نیاز اول، درک هدف زندگی، درک هدف زندگی. ما باید هدف زندگیمون از ابتدا مشخص کنیم. هدف زندگیمون چیه؟ خدا یا دنیا؟ مادیات یا مسائل معنوی؟ یا هر دو؟ هر دو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. درست شد؟ خدای من دنیای نیکو میخوام، من آخرت نیکو میخوام، من یه اشانتیونم میخوام، من از عذاب آخرت، از عذاب دوزخ در امان نگه دار. پس حدیث امام سجاد علیه السلام، امام زین العابدین، امام سجاد در رابطه با نیاز اوله، درک هدف زندگی. و سفرق خلقتنی، و سفرق خلقتنی، اوقات فراغت من در جهت هدف خلقت باشه، در جهت هدف خلقت باشه. این دعاست، دعاست از امام سجاد، مربوط به نیاز اوله. شناخت هدف زندگی، اینا رو مشخص کن. شناخت هدف زندگی، برای چه؟ یا بعدی، برای چه زندگی کنم؟ برای دنیا یا برای آخرت؟ برای دنیایی که سرگرمی لهو لعب لاعبین، یا برای آخرت که حیوانه، جاویدانه؟ پس برای چه؟ این کمیته، کمیته. برای چه زندگی میکنم؟ این کمیته. چگونه میشه نیاز سوم؟ چگونه میشه نیاز سوم؟ کشف راه درست زندگی. حواسمون باشه. خب بریم سراغ پیام بعدیمون. کدام هدف هستش؟ کدام هدفه که من با اطمینان خاطر زندگیمو میتونم صرف اون کنم؟ کدام هدف هست که من با اطمینان خاطر میتونم زندگیمو صرف اون کنم؟ بیا پایین، پیام چهار مهمه. پیام چهار مهمه، دقت کن. خب او میداند اگر هدف زندگیشو، هدف حقیقی خودش رو نشناسه. هدف حقیقی بنویس، تقرب به خدا، تقرب به خدا، اینو نشناسه. یک، یا در شناخت اون دچار خطا بشه. دو، عمر خودشو از دست داده و زیانکار. عمر خودشو از دست داده، زیانکاره. آیا با اون آیه ارتباط داره؟ آره، میتونه ارتباط داشته باشه، ولی بیشتر با نیاز سوم اون آیه ارتباط داره، کشف راه درست زندگی. نیاز سوم، والعصر ان الانسان لفی خسر، اون بیشتر مربوط به کشف راه درست زندگیه. ولی اگر یه موقع نداشتی تو گزینه‌ها، میتونی نیاز اول رو هم انتخاب کنی. نیاز اول، درسته؟ بریم پایین، شعر رو نگاه کن. روزها فکر من این است همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ بهر چه؟ بهر چه میشه نیاز اول. بنویس نیاز اول، همین همین مصرع. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ نیاز اوله، همین مصرع فقط. و درک هدف زندگی، از کجا آمدم؟ برای چی آمدم؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ این میشه نیاز دوم. نیاز دوم، درک درست از آینده، درک درست از آینده. این شعر مربوط به نیاز دومه، درک درست از آینده. نیاز دوم، درک درست از آینده. بله بله، ماشاءالله. بریم صفحه بعد، برو صفحه بعد. انسان با این سوال مهم و اساسی روبرو میشه، اینو بنویس تو جا خالی. آینده او چگونه است؟ آیا زندگی او با مرگ تمام میشه؟ اگه با مرگ تمام بشه که میشن مادیون، مادیون این نظر رو دارن. یا حیات او به شکل دیگری ادامه پیدا میکنه، میشه الهیون. حیات اون به شکل دیگری ادامه پیدا میکنه، میشه الهیون. اگر به شکل دیگری ادامه پیدا کنه، یعنی نظر الهیون باشه، برای ما این سوالا پیش میاد. نحوه زندگی ما در پس از مرگ به چه صورتیه؟
مینا متوجه نشدم. نه نه، نیازها مال 11 مینا، نیازها مال 11 درس اول، نیاز اول، نیاز دوم، نیاز سوم، مال 11 درس اول. درک هدف زندگی، درک درست از آینده، کشف راه درست زندگی، 11 درس اوله. خب پس اگر اینجا با مرگ تمام بشه زندگی، زیرش بنویس مادیون، به شکل دیگری ادامه پیدا کنه الهیون. حالا اگه به شکل دیگه ادامه پیدا کنه من اون دنیا رو قبول کنم چی میگم؟ میگم نحوه زندگی در اون دنیا چه شکلیه؟ زاد و توشه سفر به جهان دیگه چیه؟ با خودم چی ببرم؟ غذا، پول، لباس، طلا، چی ببرم با خودم؟ هیچی. 6.5 متر کفن. درسته؟ و خوشبختی وی در آن سرا در گروه چیه؟ این آبیا میشه جاخالی های ما. 3 تا سوال. در چه صورتی؟ در صورتی که من نیاز دوم رو قبول کنم. در صورتی که من نیاز دوم رو قبول کنم. یعنی نیاز دوم چیه؟ درک درست از آینده. اونو قبول کنم، این 3 تا سوال رو مطرح میکنم. درست شد؟ یه 3-4 دقیقه استراحت کن، بریم تو متن درس 11. معمولا متن و پی دی افش رو قرار میدیم رو پنه، ولی یه 3-4 دقیقه استراحت کن. برای بچه‌هایی که 11 هستن نمیخوام خیلی دچار وحشت بشم، جاخالی های درس اول یکم باهاشون کار کنیم. باشه؟ یه چند دقیقه استراحت کن.
خب بسیار خوب، بسیار خوب. سوال پرسیدید که برای تست 11 ببینید، من باز هم برای 11 روی پنل سوال قرار میدم. برای هر درسی 100 تا تست، 150، 200 تا، هر چقدر که بتونم این سوالا رو در بیارم قطعا در اختیارتون قرار میدم. ولی تنها کتاب تستی که سطح دشواری سوالاش بالاست، ببینید ما کتاب تست زیاد داریم، خیلی زیاده، هر کدوم هم بگیرید خیلی فرقی نمیکنه. من کسی که 26 ساله به صورت تخصصی دارم معارف کنکور رو تدریس میکنم، دارم میگم فقط جلداش داره عوض میشه. ما توی ایران یه نفر میشینه فکرشو به کار میبره، تستای درست حسابی طراحی میکنه، 30 نفر از روی اون کتاب و از روی اون تألیفات استفاده میکنن. این درد ماست. خب اکثرا جلداش فقط عوض شده با شماره تستاش. شما 5 تا کتاب تست هم بگیرید، اگر واقعا دقیق بزنی متوجه میشین مثلا تست 100 اون کتاب میشه تست مثلا 150 یکی کتاب. به خاطر همین خیلی دینی مطالبش مشخصه، یعنی استاد بعدی بخواد بیاد یه تست خاص بده، نه چیز خاصی نیست، همون نکته رو میخواد بده. به خاطر همین یه کتاب تستی هست که مال همکارمون آقای مسلم بهمن آبادیه، ایشون مؤلف بسیار خوبی هستن، مؤلف بسیار خوبی هستن. این کتاب تست برای 10 و 11 جداست، 12 جداست. الان 10 و 11 چاپ 99 آمده، برای 10 و 11 چاپ 99 آمد. سریع کتابو بگیرید چون تیراژش کمه، تعدادش کمه. ما این کتابو میخوایم و تستایی که خودم روی پنل قرار میدم. درست شد؟ اینم از این. پس برای 11 میتونیم این کتاب رو تهیه کنیم. و اما بچهای خودمون که از ابتدای تابستون با بنده بودن میدونن روش کارو، ما یه بخش رو به صورت آنلاین برگزار میکنیم، یه بخش رو پنل قرار میدیم، آماده، لقمه آماده که فقط باید بری و اون نکته ها رو بنویسی و کلمه های بولد شده رو ببینی. اما بچه 11 که امروز آمده و قدمش رو چشمای ما، خب من الان بهش میخوام یاد بدم، من این رو پنل قرار دادم، فقط شما کاری که انجام میدید اینه، شروع میکنی سوال رو میخونی، نکته 1. خب نگاه کن، سوال رو داری میخونی، چه عاملی دیگه الان باید یاد بگیری. وقتی میگه چه عاملی یعنی علت، چه عاملی سبب شده در طول تاریخ همواره شاهد برنامه‌های متفاوت، این برنامه‌های متفاوت میشه معلول و گاه متضاد، این میشه معلول از جانب مکاتب باشیم. درسته؟ چی شده که ما در طول تاریخ این همه مکتب، ماتریالیسم، سوسیالیسم، نمیدونم رئالیسم، مارکسیسم، کمونیسم، نیهیلیسم، درسته، این همه مکاتب شکل گرفتن، چی شده؟ چی شده که این همه مکاتب رنگ برن؟ علت رو خواسته. میخوام وقتی داری میخونی این مدلی کار کنی، چه عاملی، چه علتی سبب شده برنامه های متفاوت گاه متضاد به وجود بیاد؟ علت اینه، احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهای اون باشه و سعادتش رو تأمین بکنه. این احتیاج دائمی بشر به این که یه برنامه کامل و منسجم باشه به سوالش جواب بده، احتیاج دائمی همه انسان هاست در طول تاریخ. میرن سراغ این مکتب سیراب نمیشن، سراغ اون مکتب سیراب نمیشن، سراغ اون یکی مکتب سیراب نمیشن، نیازهای درونیشون اقنا نمیشه. پس این احتیاج دائمی میشه علت، این عامله، این علت هستش، عامله. پرو بهت قبلا گفته بود این کلمه ها رو بشناس، مسببه، مطبوعه، مطبوع، تابع و مطبوع. تابع اینجا یعنی معلول، مطبوع یعنی علت. شما تابع منید در مورد دینی، تابع منید، شما معلولید، من مطبوعم، مطبوع علت.
پس این مطبوع الان احتیاج دائمی بشر به داشتن یه برنامه دقیق. درست شد؟ مال خود انتشارات آقای بهمن آبادیه. 98ش هم داشته باشی خوبه. آره، فرقی نکرده زیاد. میایم پایین، نکته دو رو نگاه کن. خودکار دستته، شبرنگ دستته. انسان برای رسیدن به سعادت درگیر چه سوالهایی میشه؟ درگیر چه سوالهایی میشه؟ آیا با تکیه بر عقل میتونم به برنامه کاملی برسم؟ خیر. جواب خیر. من با عقل به تنهایی نمیتونم. عقل به کمک اختیار، به کمک وحی. الان گفتیم انا هدینا و سبیل اما شاکر اما کفورا. عقل به اضافه اختیار، به اضافه وحی، سه تا فاکتوری که با هم منو به سعادت میرسونن. خب میایم. به راستی یک برنامه مناسب برای سعادت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ الان جلوتر می‌بینیم. جامع باشه، کامل باشه. نیازهای فردی، اجتماعی، معنوی، دنیوی، اخروی همه رو تامین کنه. همه رو. میایم. آیا برنامه‌ای که فقط سعادت دنیوی رو در بر بگیره کامله؟ خیر. خیر. ما سعادت اخروی هم می‌خوایم. آیا میتونیم به برنامه‌های مکاتب بشری اعتماد کنیم؟ مکاتب بشری. خیر، چون مکاتب بشری بر اساس فقط عقل و اختیار شکل گرفته. وحی داخلش نیست. وحی نیست داخلش. پس نمیتونم بهش اعتماد کنم. پس اینا رو دقت کن. سوالا رو دقت کن، میتونه تحت عنوان یک تست استفاده بشه. برو نکته سوم. برو نکته سوم. 5 و نیم شده، اعلام بکنم ساعت ندارم. خب انسان ها دو دسته نیاز دارن. یک دسته نیازهای طبیعیه، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزیه، خوردن، خوابیدن، امیال و غرایز ما. خب این نیازها، مینا سوال کردی، اینا نیازهای برترن. شناخت هدف زندگی، جلوش بنویس امام سجاد، روایت امام سجاد علیه السلام مربوط به اینجا بود. و از تفرق خلقتنی. حفظ کن اوقات فراغت من در جهت هدف خلقت باشه. اوقات فراغت من در جهت هدف خلقت باشه. تقرب و نزدیکی به خدا. خب میایم. درک درست از آینده. درک درست از آینده، سه تا سوال مطرح کردیم. با یه شعر از مولانا. روزها فکر من این از همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشم. از کجا آمدم، بهر چه، میشه نیاز اول. به کجا میروم، نیاز دوم. درک هدف زندگی، درک آینده، درک آینده خود. خب کشف راه درست زندگی میشه نیاز سوم. یه شعر براش داریم، شعر داریم، میبینی جلوتر. آیشی بود، آیش هم گفتیم که اگر میخوایم زیانکار نباشیم باید کشف کنیم راه درست زندگی را. کدوم رو میخوای امیر حسین؟ اسلاید قبلی رو؟ نکته دوم رو؟ این نکته دومه. آیا انسان میتونه با تکیه بر عقل به برنامه کاملی برای سعادتش برسه؟ به راستی یک برنامه مناسب چه ویژگی‌هایی داره؟ آیا برنامه‌ای که فقط سعادت دنیایی را تامین کنه به درد می‌خوره؟ خیر. آیا می‌تونیم به برنامه‌ای که مکاتب بشری مطرح می‌کنه اعتماد کنیم؟ خیر. مارکسیسم، کمونیسم، فرویدیسم، نیهیلیسم نمی‌تونیم. خب تموم شد امیرحسین نوشی؟ اومدیم گفتیم ما دو دسته نیاز داریم. یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی هن. یک دسته نیازهای برتر هستن. خب شناخت هدف زندگی، درک درست از آینده و کشف راه درست زندگی. اومدیم پایین. نیازهای طبیعی و غریزی. چرا پریدش اینو؟ اشکال ندارم. خب رسیدیم اینجا. نیازهای طبیعی و غریزی. اینا رو تو کنکور نمیدن، ولی برای بچه 11 که به پرو اعتماد کرده، ببین همینا رو بخونی کافیه. نیازهای طبیعی و غریزی چی هستن؟ انسان همچون سایر موجودات زنده
یه دسته نیازهای طبیعی و غریزی داره، مثل من اینا رو کادر بکش. خداوند پاسخ به نیازها رو در جهان خلقت قرار داده. تو جا خالی بره جهان خلقت، در جهان خلقت قرار داده. آره، هدایت مربوط به نیاز سومه. آره، آفرین. هدایت همون مورد رسولان مبشرینه، رسولان مبشرینه و منذرینه. خب رسولان مبشرینه و منذرینه، میتونیم اینو برای کشف راه درست زندگی استفاده کنیم. بله بله میشه. خب 124,000 پیامبر اومدن که به ما بگن راه صحیح زندگی چیست، چگونه زیستن چیست، کیفیت زندگی رو به ما بگن. خب اومدیم پایین. بله رسولان مبشرینه و منذرینه میتونه بر باشه، یا میتونیم در واقع اون آیه والعصر رو هم اینجا حساب کنیم. انسان زیانکار کشف نمی کند راه درست زندگی را، ولی انسانی که آمنو عمل و صالحات تواسا بالحق تواسا بالصبر داره، اون کشف کرده راه درست زندگی را. اومدیم خداوند پاسخ به نیازها را در جهان خلقت قرار داده و راه آگاه شدنش هم به ما داده. ما نیاز به آب و غذا داریم، درسته، گرسنگی و تشنگی. در بیرون آب و غذا هست، سرما و گرما مصالح موجود در طبیعت هست. برای خودمون خانه تهیه میکنیم، مصالح موجود در طبیعت، لباس، پوشاک، مسکن، همه اینا رو خداوند عقل داده، اختیار داده، میگه برید و از مصالح موجود در طبیعت نیازهای طبیعی و غریزیتون رو. خیلی مهم نیست من باشم به عنوان یه طراح از اینجا سوال طراحی نمیکنم، مگر اینکه اینجا آیا پاسخ به این نیازها در جهان خلقت هست؟ بله. راه آگاه شدنش هم خدا به ما داده؟ بله. خب بریم نگاه کنیم نکته 5. خب نیازهای برتر و بنیادی یعنی چی؟ نیازهای برتر و بنیادی همون نیازهای عمیقه. خب اندکی از سطح زندگی روزمره فاصله بگیریم، نه به طور کامل، اندکی از سطح زندگی روزمره. از 12 ماه سال 1 ماه میگن روزه بگیرید، 1 ماه اندک از سطح زندگی روزمره فاصله بگیریم و در افق برتر بیاندیشیم. اون موقع نیازهای مهمتر رو حس میکنیم. دیگه زندگیمون در خوردن و خوابیدن و اینها خلاصه نمیشه. از صبح بلند نمیشیم بگیم چی امروز بخورم، چی بپوشم، کجا برم، از کجا خرید کنم. یکم فکر کنیم از کجا آمدم، از چی به وجود آمدم، اگر از بین برم به چی تبدیل میشم، با خودم چی ببرم، پروندم درسته، بشینم خودم رو محاسبه کنم. پس زمانی که اندکی از سطح زندگی، اندکی رو تو جا خالی بریم، اندکی از سطح زندگی روزمره فاصله بگیم، به افق برتر بریم، با نیازهای مهمتر روبرو میشیم. این نیازها برآمده از سرمایه های ویژه انسانه. سرمایه ها رو بنویس: اختیار، عقل، اینا سرمایه هستن. این نیازهای برتر که الان گفتیم سه تا بودن: درک هدف زندگی، درک درست از آینده، کشف راه درست زندگی. خب این سه تا، اینا برآمده از سرمایه های ما هستن. سرمایه هامو چی هستن؟ اختیار، عقل، نفس لوامه. خب میایم پایین. پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی و بنیادین هستش که سعادت انسان رو تضمین میکنه. کی میاد پاسخ صحیح بده؟ وحی، 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 وحی پاسخ صحیح به نیازهای بنیادین ما میده. میایم پای. این نیازها به تدریج در ما دل مشغولی، دغدغه ایجاد میکنه و بالاخره به سوالهای تبدیل میشه که آرام و قرار ما رو از ما میگیره. پس سوالهای بنیادین آرام 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 و قرار از ما میگیره، دل مشغولی ایجاد میکنه. خوبه این دل مشغولی، این دل مشغولی خوبه. چرا این دل مشغولی خوبه؟ چه لاغر از زندگی بدوی و اولیه خوردن و خوابیدن یکم فاصله میگیرم. پس این نیازها به تدریج به دل مشغولی، دغدغه تبدیل میشه. تا پاسخ اونها رو پیدا نکنیم آرام نمیگیریم. موقعی که داری میخونی جا خالی ها رو این مدلی پر کن، اینا رو پر کن. بچه‌ای که 11 هم هستی، فرزند عزیز من،
این کلمه ها مهمن. از همین امسال گام بردار، خیز بردار که بتونی برای کنکور آماده بشی. همین مدلی 11 بخون. 10 تا 11 تا تا 12 تا از تستای شما تضمین میشه. درسته؟ خب برو بعدی رو باز نگاه کن. نیاز سوم چی بود؟ نیاز سوم کشف راه درست زندگی. کشف راه درست زندگی. خب چگونه زیستن؟ چگونه زیستن؟ و دغدغه انسان‌های فکور و خردمند این هستش که میگن ما فقط یک بار به دنیا میایم، یک بار زندگی رو تجربه می‌کنیم. این فرصت رو میگن تکرار نشدنیه. این کلمه ها رو حواستون باشه. پس کشف راه درست زندگی رو چه کسی کشف میکنه؟ راه درست زندگی رو انسان‌های فکور و خردمند. میایم پایین، اونا میگن ما یک بار به دنیا میایم، یک بار این زندگی رو تجربه میکنیم. میگن این فرصت تکرار نشدنی رو باید یه جوری زندگی بکنیم که بتونیم از همه سرمایه های خدا دادی بهره رو ببریم و به هدف برتری که در خلقتمون تعریف شده برسیم. هدف برتر چیه؟ تقرب و نزدیکی به خدا. تقرب و نزدیکی به خداوند. از چه طریقی؟ از طریق سرمایه ها. از این فرصت تکرار نشدنی یعنی عمرمون کمال استفاده رو ببریم. پس خواهشی که ازتون دارم، میرید درس 11 کامل میکنید. من تستاشو قرار میدم براتون. برید درس 11 رو کامل کامل کنید. از روی کتاب تستی که دارید معلمتون معرفی کرده، اگر دارید به صورت آنلاین در واقع با معلم مدرسه در ارتباط هستی، خب از فرقی نمیکنه، هر کتاب تستی باشه کافیه. هر کتاب تستی باشه. تستای درس 11 درس 1 رو بزن. تستای درس 1 12 روی پنل الان قرار میدم. 200 تا تست قرار میدم. درس 1 12 برای بچهای کنکور برید بزنید. هفته آینده بچهای 12 بچهای 12 هفته آینده ساعت 1 فوق‌العاده داریم. میخوام درس 2 و 3 رو برم جلو. درست شد؟ ساعت 1 فوق‌العاده داریم. کلاسمون هم سر جای خودش هست. بچه‌ها 11 ساعت 4 منتظرتون هستم که درس دوم 11 رو بگیم. تو 2 تا لاین حرکت می‌کنیم. لاین 12 و لاین 11. درست شد؟ 10 تو برنامه‌ات قرار بده، با مشاورت کار کن تا به نتیجه مطلوب برسیم. خسته نباشید. خدا قوت. به سلامت.